با عرض سلام و تقدیم ارادت به نام نامی حضرت حق و با درود حضرت حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی، با قلبی پر از اندوه و آلام واقعی وخیم و غیر قابل تحمل دستمایه جنایتکاران بی دین و بی فرهنگ و درندگان مأمور استعمار، بر کمال تأسف و تأثر این واقعه هولناک رو به ملت افغانستان، به خانواده های داغداران، به جامعه بشری و به وجدان های آگاه در سراسر جهان تسلیت میگویم و امیدوارم روزی ما مسلمان ها از خواب غفلت 1500 ساله بیدار بشویم و از مأموریت و دست نشاندگی و کارگری اجانب دست برداریم و مسلمانان بیدفاع و بیگناه رو به دست خود و به نام دین خود قطع نکنیم. جنایت هر چی که باشد و هر کجا که باشد هولناک و وحشت آور است، اما جنایاتی که به نام دین انجام می شود و به نام عبادت جنایت می کنند به هیچ عنوان قابل بخشش و قابل تحمل نیست. با هر یک از این حوادث خونبار در جهان مواجه می شویم، بیشتر و بیشتر متوجه لزوم توجه دقیق و وجوب انعکاس صحیح بر قرآن شریف بنا می شود و تأیید و تأکید می شود که جز در سایه اتحاد و جز در سایه قبولی این هدایت شریف راه دیگری برای مسلمانان و همه مردم جهان باقی نخواهد بود. امید دارم که ما قبل از اینکه یکدیگر رو نابود کنیم و محیط رو برای همه غیر قابل زندگی کنیم، از این خواب بیدار شویم و بتوانیم که به زندگی عادی و معمولی بازگردیم و از هدایت موجود الهی برخوردار بشویم. اتاق فرمان، اگر که امکانات فنی شما اجازه میده، از منابعی غیر از منابعی که تا به حال روی فیسبوک ما پخش شده، که فکر میکنم که اخباری رو که از تلویزیون طلوع پخش کردن، یکی از دوستان ما از آلمان روی صفحه فیسبوک قرار دادند، اگر که شما منبع دیگری دارید که برای بینندگان از چند زاویه لااقل قادر باشند که این برنامه ها رو ببینند، به من علامت بدید که اگر دارید پخش بکنید و ما شاهد این جنایت ها باشیم و کاری که نمیتوانیم انجام بدیم فقط شرمنده باشیم. ساعت پس از حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی تبیان، این مادر در جستجوی فرزند 14 سالش است، اما تا اکنون نتوانسته است که پسرش را پیدا کند. بچه میک پیدا نشده، مردم در چی رقم جانی گیری مزدوری اینان پیدا میکنه، یک آبه همه میده شیرین اشرف غنی بمره ایلایی.
پدری در سوگ از دست دادن فرزندش فریاد می کشد و در کنار دروازه اتاقی که جسد فرزند جوانش در آن جا دارد می گرید. این پدر در سوگ دخترش فریاد می کشد. فرشته 21 ساله در سال آخر دانشگاه بود و می خواست برای ادامه تحصیلات به بیرون از کشور برود. فرشته در این مراسم یکی از سخنرانان بود. پدر منم پدر خودت آنه من چیکار کنم؟ این جوان سراسیمه و هراسان است و برادرش را جستجو می کند. وقتی جسد برادرش را در اینجا می بیند بیهوش می شود. بیشتر خانواده های قربانیان حکومت را از بهر تامین نکردن امنیت انتقاد می کنند. های خدا دم مسابقه قرآن رفته بود و چه من کاکولگاش ساخته دستگاهش پایهاش دیدم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به مسئولین مربوطه هدایت داده است تا ضمن بررسی چگونگی رویداد متذکره به زخمی ها و قربانیان رسیدگی عاجل صورت گیرد. ما کمی و کوتاهی را میپذیریم، ولی من پیشتر اشاره کردم که هرگاه همکاران ما در او بخش در سطح پلیس کابل و به طور خاص در مربوطات حوزه ششم کوتاهی کرده باشند، اینا را مجازات میکنیم. این چندمین بار است که داعشیان بر مراسم مذهبی و نشست ها حمله میکنند. بیشتر قربانیان این رویدادها نمازگزاران و غیر نظامیانی بودند که در این مراسم ها شرکت کرده بودند. عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان ارجمند و با تسلیت مجدد برای ملت محترم افغانستان و همه دردمندان و همه صاحبان اخلاق در سراسر جهان به ادامه داروی نهایی نوع بشر، یعنی فراگیری و اطاعت از قرآن میپردازیم. ما در طول این برنامه اگر خبر جدیدی دریافت کردیم، چه از شبکه طلوع و چه از شبکه آرتی که در کشور آلمان هست، برای شما پخش خواهیم کرد. در جلسه گذشته درباره آیه شماره 37 مطلب رو به پایان رساندیم، ولی یکی دو نکته به جا مانده که اونها رو درباره آیه شماره 37 از سوره سوم قرآن در زمینه اون توضیحات به عرض می‌رسانم و بعد به آیه شماره 38 از سوره سوم می‌پردازیم. در آیه شماره 37 در ارتباط با اون آیه عرض کردیم که استخراج حکم از یک آیه قرآن، حالا اون موضوع هر چی که باشد، استخراج حکم از یک موضوع بسیار مهم است و اساس کار تعالیم قرآنی رو تشکیل میداد که ما برای فرا گرفتن احکام قرآن، در واقع قرآن رو مطالعه میکنیم و همه برکت قرآن هم در این است که ما احکام قرآن رو بیاموزیم. منظور من احکام اجتماعی یا قانون اجتماعی نیست، احکامی است که احکام جبری است و عمل و عکس العمل رو در مقابل هم قرار میده بر اساس جبر خلقت. در آیه 38 که
مطرح خواهد شد، این عقیده و نظر مریم رو در واقع در آیه قبلی بازگو میکند که عنایت خدا به غیر حساب است و این لزوماً حکم خدا نیست. درسته که در اون آیه نوشته، درسته که با کلام خدا آغاز میشه اون آیه، ولی این سخن سخن مریم است، سخن خدا نیست. و یا اینکه پاسخ مریم، این سخن عوض میخوام، سخن زکریاست، یا این پاسخ مریم که این رزق از سوی خداست در مقابل زکریا، این لزوماً معنی این نمیدهد که رزقی که از طرف خداست از قانون خدا خارج است و از روش ارزاق و ارتزاق بیرون است. ما همچنین در مورد تجربه سخن گفتیم در آیه قبلی که نقش تجربه در قبول یک امر به صورت یک عادت است. یعنی ما به چیزهایی که تجربه میکنیم عادت میکنیم و چیزهایی رو که عادت میکنیم میپذیریم. ولی وقتی که نسبت به یک موضوعی تجربه نداریم، طبعا دانشی هم نداریم و مواجه میشویم با اتفاقی که نه دانشی به اون موضوع داریم نه تجربهی به اون موضوع داریم، نام این واقعه رو که ما به اون تجربه نداریم و قانون او رو هم نمیدانیم معجزه مینامیم، معجزه شده. معجزه واقعی است که نه علم و نه تجربه با آن برای بشر موجود است، ولی اتفاق میفته. باید توجه داشت که وقتی ما میگوییم از علم و از تجربه، منظور ما از علم واقعی و نهایی نیست، از علم محدود بشر و از تجربه بشر خارج. به غیر حساب یعنی به غیر حساب انسان، نه به غیر حساب خدا. و با محاسبات ما یا با عادت ما یا با تجربه ما توافق نمی کنه، یا ما تجربه ای نداریم یا ما علمی نداریم. اما این دلیل بر این نمیشه که اگر ما علمی به چیزی نداریم و اون چیز اتفاق میفته، پس اون اتفاق خلاف قانون خداست. یعنی معجزه به این نیست که یک جسمی از بام به زمین بیفته و به زمین نیفته. چنین چیزی اتفاق نمیفته و چنین معجزه ای ما نداریم. اما معجزه به این معنا که یک اتفاقی بیفته، نه در خلاف قوانین خدا، بلکه در امتداد قوانین خدا که ما از اون قوانین بی اطلاع هستیم، اون رو میگیم معجزه. حالا ما از خیلی از قوانین بی خبر هستیم، ولی نسبت به یک سری از قوانین ما عادت داریم. مثالی که زدیم مثال وضع حمل و تولد انسان بود، یک شاید بزرگترین معجزه هستی باشه از نظر آفرینش، و ما این تولد عجیب و این تحول عجیب رو میبینیم و خیلی هم عادی از کنارش رد میشیم و اصلا هم کسی به کسی نمیگه امروز معجزه شد. چرا؟ مثلا اسخر آقا به دنیا آمد، هیچ کسی این حرف رو نمیزنه، با وجودی که ما از قانون این کار بی خبر هستیم. اما چون تجربه داریم، اون تجربه باعث میشه یا عادت تجربی باعث میشه که اعجاز موضوع دیده نشه، در حالی که واقعا از نظر علمی اعجاز ما به امری اطلاق میکنیم یا باید اطلاق بکنیم که علم به اون رو ما نداریم، ولی وقوعش رو میبینیم، بنابراین اسم معجزه روی اون میگذاریم. عادت در بین مردم، نداشتن عادت در بین مردم به غلط به نام معجزه شناخته میشه. معجزه واقعی است که نه علم و نه تجربه با آن برای بشر موجود است، و باید توجه داشت که قرآن پیوسته در این راستا حرکت میکند تا استعمال و شمول عقل و منطق رو در هدایت به کار بگیرد
و نحوه چگونگی کاربرد اون رو به ما بیاموزد. بنابراین جدا از مسئله معقول و فهم به قانون معجزه، اون چه که باید بپذیریم و به عنوان مبنا و اسباب توزین به کار ببریم این است که خارج از منطق و خارج از نرم و خارج از قانون آفرینش هیچ چیزی به وجود نمیاد و خارج از قانون آفرینش هیچ واقعی اتفاق نمیفته. قسمتی از قوانین خلقت رو ما میدانیم، قسمتی رو نمیدانیم. در اون حوزه نادانی ما وقتی یک اتفاق میفته ما اسم اون رو میگذاریم معجزه. چرا من این عرض رو میکنم که اتفاقاتی که میفته همه باید تابع قانون خدا باشه و قانون خدا هم به ما تعلیم داده شده در بعد استعداد ما و قرآن شاهد بر این کار است. قرآن کتابی نیست که برای ما تردید به وجود بیاورد. خودش میگوید که این کتاب کتاب تردید و شک و گمان و گمان زنی نیست، کتاب واقعیات و کتاب قاطعیات. مسائلی که در این کتاب گفته میشود بدون قید و بدون شک و تردید و به صورت قاطع بیان شده. بنابراین معجزه نمیتواند که این قاطعیت و این عدم وجود شک و تردید رو در قرآن از بین ببره. یعنی قرآن یک کاری انجام بده که ما با عقل نتوانیم بپذیریم ولی باز هم مجبور باشیم که او را قبول بکنیم. خلاف منطق قرآن و خلاف تعهد قرآنه. مفهوم معجزه این نیست که بر خلاف قوانین خلقت و خارج از منطق تقدیر امری واقع می شود، بلکه معجزه اشاره به وقایعی است که قطعا تابع قوانین آفرینش است، ولیکن بشر نوعا و عادتا تجربه با آن ندارد و قطعا در غیبت تجربه علمی هم با آن ندارد و به این وقایع معجزه می گویند. توجه دقیق لازم است که بدانیم معجزه خلاف قانون خلقت نیست، بلکه وقوع آن نشان می‌دهد که دانش ما به قوانین خلقت کامل نیست. بنابراین معجزه نمی‌تواند از حدود احکام و قوانینی که اعتبار آن توسط قرآن تأیید شده تجاوز کند و اگر عقل انسان عقل اخلاقی و تجربی باشد معجزه خارج از این دو حوزه امکان ندارد. یعنی ما فرض کنیم که معجزه که میشه یکی از قوانین خدا رو میشکنه و فراتر از قانون خدا میره و یک نرم جدید به وجود میاره، این اشتباهی است که ما در اطلاق به کلمه معجزه میکنیم. معجزه میتواند مافوق دانش ما باشد اما هرگز در تباین با قوانینی که معید و معلوم هست در هستی، یعنی قوانین خدا، با اون قوانین نمیتونه اختلاف داشته باشه. ولی البته با علم ما و با میزان کمی که ما به محیط آشنا هستیم میتواند که تباین پیدا بکند. معجزه در این آیه، آیه 37، در فراوانی رزق و برکت آن بر فراز و مافوق محاسبات بشری است. اما افسون بودن، برکت داشتن، زیاد بودن در عنایت و برکت با مغایر بودن با قانون برکت دو مقوله کاملا مختلف است. رزق می تواند در مسیر منطقی افزایش و برکت پیدا بکند ولیکن برخلاف قانون خلقت نمیتواند موجود باشد. یعنی هیچ وقت ما نمیتوانیم قبول بکنیم که یک دست غیبی از بام سوراخ میکنه، بام رو میاد پایین و یک بشقاب غذا جلوی مریم میگذاره و میگه این رو نوش جان کن، این از طرف خدا آمده، اندالله. همه چیز اندالله. چه چیزی هست که اندالله نباشه نهایتا؟ بنابراین
وقتی که قرآن درباره معجزه صحبت میکنه یا در مورد باره چیزهای غیر حساب صحبت میکنه، غیر حساب از نظر ماست، باید بریم حسابش رو یاد بگیریم، چون استعدادش رو و کلیدش رو به ما داده. دانش قوه داریم، دانش فعل نداریم و نمیدانیم که چطور عمل میکنن، ولی میتوانیم که به اونجا برسیم. امیدوار هستم که این توضیحات در مورد سوالات شما راجع به این که روزی مریم چطور داده شده و مائده آسمانی یا خوراک آسمانی چطور است که از آسمانی دستی دراز میشه یا غذایی به کسی میدن، یعنی ما روح و جسم رو خدا و بنده رو اینطوری به هم مخلوط میکنیم و در واقع از یک موضوع ساده‌ای که نام برکت داره که این سفره پر از رنگ تو و این خوراک های گوناگونی که میخوری اینا رو از کجا میاری؟ گفته خدا برکت میده به همین کارهایی که ما میکنیم و همون روزی که داریم میخوریم. همین جمله به همین سادگی است و این از طرف خداست، هر چی هست خداست، از طرف خداست. البته که همه چیز از طرف خداست، اما اینکه ما این رو معنی بکنیم که مریم در یک جای نشستی یک دست درازی از طرف خدا میاد، یک بشقاب غذا از زیر میز میده به مریم و میره، که برای ما اونجوری معنی میکنند، مبارزه با قرآنه و نتیجهش همین کشتارهاییست که مال امروز و دیروز هم نیست، 1500 سالی که همین کار رو تکرار میکنند. و شما ببینید که این مردمی که الان همین کسی که انتحاری خودش رو کشته یا نکشته یا هر مرگی شده، این همه آدم رو کشته، این همه آدم رو زخمی کرده، اگر انتحاری بوده تا اونجایی باور داشته، جان خودش رو روی عقیدش گذاشته، یعنی در جنایت خودش صادق بوده، در حماقتش ثابت قدم بوده و صادق بوده. حالا چه کسانی رو شستشوی مغزی کردن؟ همیشه باید این وقایع رو که میبینیم این سوال از خودمون بکنیم که قرآن این رو گمراه کرده یا خارج از قرآن؟ جواب هرچی باشه تمام مشکلات شما حل میشه. به محض اینکه قبول کردید که خارج از قرآن این شخص گمراه شده، و معلمینش رو پیدا میکنید که خارج معلمینش کی بودن، و اون معلمان جنایتکار رو پیدا میکنید و بقیهش هم با خودتونه که ببینید که ما اسلام رو به کجا کشیدیم. در آیه شماره 38 که اینکه آغاز میکنیم و اتاق فرمان لطف میکنن و این آیه رو روی صفحه قرار میدند، در این آیه به این ترتیب عمل میشه. در اونجا میگوید که تنها در اونجا دعا کرد، تنها در آنجا دعا کرد، زکریا ربش رو به ربش قال، گفت، یعنی زکریا گفت ربی پروردگارا، هب هدیه کن، نصیب کن، نعمت کن، عنایت کن لی بر من، من از لدن که از نزد خودت، از خودت ذریتن نسلی و بازماندهی و اولادی طیبتن پاک و سالم و سودمند و مفید، اینکه
به درستی تو سمیع شنوا الدعاء شنوای دعا هستی. در آن هنگام پس از مشاهده برکت وقتی نگاه کرد زکریا و مریم رو دید و برکت سفره او رو دید و دید چقدر این شخص مورد عنایت خدا قرار گرفته، به فکر افتاد برای خودش هم رب خودش رو بخواند و دعا کرد. دعا یعنی خواندن، به دعا و به درخواست با رب خود به مناجات پرداخت. گفتگوی زکریا هست با خدا. چه کسی این گفتگو رو داره گزارش میده؟ خدا. چه کسی این گفته ها رو گفته؟ زکریا. چه کسی شنیده؟ خدا. چه کسی شنیده های خودش رو برای ما تعریف میکنه؟ خدا. گوینده این کلام کیست؟ زکریا. اتاق فرمان ممنون. پس در اون هنگامی که بالاخره زکریا تنها میشه و این برکت رو هم دیده بوده، دعا میکنه. دعا یعنی خواندن، صدا کردن و درخواست کردن. هم خواندن و هم درخواست کردن. آدم مخاطبش رو میخوانه، خدایا مرزای اسلام رو هر کجای دنیا که هستن همه رو شفا بده، خدایا همه مریض های کفار رو یک شب بکش و به جهنم بفرست. این دعاهایی است که البته ما میکنیم، ولی دعا منظور خواستن و تقاضا کردن. ولی قبل از اینکه ما بخواهیم باید صدا بکنیم اون شخص رو، کی داریم دعا میکنیم، از کی میخواهیم، مخاطب باید داشته باشیم. گفت ای رب من، ای پروردگار من، پروردگارا حب کن، عنایت کن، ببخش. معامله نمیگه بکن، میگه ببخش. یک سر داره فقط، بده و برو. به خدا میگه ببخش، عطا کن به من از نزد خودت، از حضور خودت، چیزی که در حضور و در نظارت کسی انجام می شود. ریشه داریم در زبان عربی لدنه، یعنی که نزد، سو، یا از حضور، یا چیزی که در حضور و در نظارت کسی انجام می شود، چیزی که با حمایت و حضور کسی انجام می شود. لدن که یعنی از پیش خود، با اجازه خود، یعنی من میخوام که با اجازه تو چنین بشود. و الا یک کسی که زن داره و اون زن هم شوهر داره، قانون خدا که برای ما این قانون ثابت است و به اون، به وجود قانون و تکرار قانون آشنا هستیم و با عادت به این قانون آشنا هستیم، تولید مثل از طریق رابطه جنسی زن و مرد انجام میشه. و وقتی که این میگه خدایا از سوی خودت به من یک فرزند بده، منظور این نیست که خدایا با قانونی که خودت درست کردی لجبازی کن و از یک راه غیر طبیعی و از یک راه ناشناس و از یک راهی که با تعالیم قرآن جور در نمیاد و از یک کار غیر معمول و بی سابقه ای که ما هیچ نتیجه ای از اون نمیگیریم جز اینکه این ایمانمون هم از بین بره، از اون طریق به من یه بچه بده. این رو نمیگه. از نزد خودت یعنی با اراده تو باشه، به ما نظر داشته باش، ما رو مورد عنایت و لطف خودت قرار بده. و بالاخره بچه از من و زنم باید درست بشه. بچه از من و خدا درست نمیشه. این است که باز برمیگردیم به این که مفاهیم رو با متشابهات قرآن مخلوط نکنیم. وقتی به خدا میگه از جانب خودت به من
یک بچه بده معنیش این نیست که من که با این زنم دیگه پیر شدیم و بچه دار هم نمیشیم و اینا. خودت از نزد خودت، یعنی خدا یک ماده است و کنار این ماده یک حیات مادی هم هست و زمینی هست و درختی هست و از نزد خودت، از پلوی خودت، پلوی مادی خودت به ما یه بچه بده. خب همه بچه ها رو خدا میده، همه بچه ها رو هم خدا با قانون تقدیر میده، هیچ بچه ای نیست که خارج از قانون تقدیر پا به عرصه وجود بگذاره. از قبل چیزی رو فرستادن یا از سوی کسی چیزی رو فرستادن، میگوید خدایا از سوی خود، یعنی که ما مورد عنایت تو باشیم، این زنم رو دوا و درمان میکنم خوب بشه، دعا میکنه، دعا میکنه که این کار انجام بشه، ولی چون دعا میکنه این نیست که این کار از طریق غیر قانونی انجام بشه. یک مرتبه تو هوا و زمین یکی به وجود بیاد بگه این پسر منه، باید از همین زن و شوهر بچه درست بشه و میشتم. و در اونجا به خدا میگوید که از نزد خود با عنایت خود از اراده خود به من یک ذریه بده، به من یک نسل بده، به من یک فرزند بده، به من امکان تکثیر بده که من یه نفرم دو نفر بشم، زیاد بشم، و به من یک فرزندی بده که این فرزند من، ذریه من طیب باشه، یعنی مقبول باشه، دوست داشتنی باشه، محبوب باشه، مورد حب قرار بگیره، موافق باشه با آدم. و از واژه طیب رو ما در قرآن ریشه های مشتقات مختلفی داریم، من جمله توبا، توبا به معنای خوشحالی یا دلشاد بودن، شادمان بودن. بالاترین مرتبه دریافت عنایت حق طیب نام داره، که بعد هم دعا میکنه که تو سمیع و شنوای من هستی و درخواست و خواندن و نیاز و دعای منو میشنوی و تو کسی هستی که سمیع و دعا هستی، شنونده و آگاه بر نیازهای ما هستی، نیازهای ما رو میشناسی. در این آیه زکریا به عنوان کسی که کفالت مریم رو داره، سرپرستی مریم رو داره و مردی که بدون زن هست، از خدا درخواست میکنه که از نزد او، نه خارج از قانون تولید، از نزد تو یعنی تابع قانون تو، او رو خدا یاری دهد و منعم کند به فرزندی، به علت آنکه پیر بوده و همسر نازا داشته و از خدا میخواسته که قانون تولید شامل حال او بشود و حال همسر او بهبود حاصل بکند و امکان بارداری رو خداوند به او بدهد. و خداوند همچنین میکند و او در آیه بعدی ملاحظه خواهید کرد که دارای فرزند میشه. در آیه شماره 39 توضیح در این باره آیه 38 که مفهوم دعا در اینجا مطرح شده و دعا خیلی مورد سوال شما قرار گرفته که دعا یعنی چی؟ آیا ما به خدا دستور میدیم که خدا کاری بکنه؟ یا به خودمون یادآوری میکنیم که ما باید چه کار بکنیم؟ من تصور میکنم که هر دعایی اگر که صمیمانه باشه اون خاصیت اول رو داره، یعنی به خودمون ما هشدار میدیم، خودمون رو از خواب بیدار میکنیم، آگاه میکنیم به اینکه یک چنین وظیفه‌ای، یک چنین مسئولیتی در جامعه باقی یا این چنین نیازی وجود داره و ما دعا میکنیم، یعنی ظاهرا ما داریم با خدا حرف میزنیم ولی بعد با خودمون حرف میزنیم و اون کار انجام میشه وقتی که ما کمر همت میبندیم و به امید برکت خدا حرکت میکنیم،
نه اینکه ما بنشینیم ساکت خدا رو به حرکت واداریم. خدا ساکته و ساکن، ما باید حرکت بکنیم. و هر وقتی که ما دعا میکنیم باید دعا بکنیم که خدا در این مسیری که تابع قانون توست من قدم برمیدارم منو یاری کن، نه اینی که خدایا این کتاب رو از جلوی من به من بده من دستم نمیرسه، یا این که خدایا من میخوام که خارج از قانون نکاح با یه زنی باشم، دوست دارم که فاحشه بازی کنم و خودتو وسایلش رو فراهم بکن. دعا یک شرایطی داره که کار غیر قانونی نمیشه از خدا خواست، و دعا یک امری نیست که یک کسی ثابت باشه به یک کسی سیار دستور بده. دعا عبارت از احساس کردن حالت نیاز وقوع یک امری است که انسان در اون راه قدم برمی‌داره و از خدا میخواد که به او یاری بده که بتواند قدم بردارد. اصل دعا بر مبنای قدم برداشتن و سلوک است، نه دستور دادن به خدا. خدا یا این بچه های افغان رو از آب سیراب کن. خدا که نمیگوی که چشم من این کار رو میکنم تا حالا من غفلت کردم یا ندیدم افغانستان و حواسم به روسیه بود، این که خدا نمیشه که. دعای ما پس چی؟ دعای ما این است که وقتی ما دعا میکنیم به خودمون داریم هشدار میدیم که معنی دعات رو میفهمیم. وقتی به خدا میگی که خدایا این بچه های تشنه رو سیراب کن، این وجدان تو رو آگاه میکنه، خودت تو به خودت کلام میگویی، سخن میگویی، اخطار میکنی که ای من به من سخن میگویی، من به من سخن میگوید که تو میبینی بچه ها چقدر سخت زندگی میکنن، برو کمک کن هر چقدر میتوانی. و دعا کردن به معنای قدم برداشتن، پیش رفتن و به خدا تکیه کردن است، نه اینی که شما بنشینید و به مبل تکیه بدهید خدا کارها را انجام بده. خدا کارهاش را انجام داده، مشغوله ببینی که شما چه میکنید، شما چه کارتون را انجام میدید. دعا بیداری است، دعا توجیه، دعا فهم و قبول وقوع یک امره، دعا فهمیدن مسئولیت تشارک در جامعه است که مشارکت بکنیم ما در جامعه، دست به دست هم بدیم، اون میشه دعا. اون وقت در این راهی که داریم پیش میریم میگیم الهی این بچه های یتیم رو از آب سیراب کن، آمین. بعد حرکت میکنیم به طرف افغانستان، مثلا 10,000 دلار 20,000 دلار پول داریم، شروع میکنیم با اون پول چاه حفر کردن. ولی همه این کارها رو به خدا دعا میکنیم که ما رو در این کار موفق کن. اون دلگرمی که به ما میده باعث آرامش ما میشه. اگه نگیم نارام میشیم، بگیم آرام میشیم. اما این هیچ به این دلیل نیست که ما خدا رو در یک جایی در محاکمه قرار بدیم و به او بگوییم با این همه امکاناتی که داری برو و این چاهای آب رو بزن تا ما برگردیم. دعای واقعی اینه که آدم رو به وجد میاره، آدم رو به شوق میاره، آدم رو به وظیفه میاره، و آدم وقتی که دعای خوب میکنه از خواب بیدار میشه، وجدانش از خواب بیدار میشه، میره عمل میکنه. هیچ چیز دیگری نیست، چون همه قدرت ها در تو گذاشته شده و اگر کاری انجام شدنی باشه خود تو انجام میدی. خدا که هر روز از هر جایی که هست نمیاد که پیش مهرهای ما رو صفر بکنه، ما رو اپدیت بکنه، یه سافت‌ور جدید در ما بگذاره. ما با همون ارزش‌هایی که داریم میتوانیم که زندگی بکنیم. نهایت امر این است که ما نباید به خدا دستور صادر کنیم و فرماندهی خدا رو به عهده بگیریم، بلکه باید به خدا اطمینان کنیم که آنچه را که تعهد کرده به تعهد خودش عمل میکنه. پس موضوع دعا موضوع مشارکت و موضوع شناخته، یعنی موضوع بیدار شدنه و به نیاز پی بردنه. بیدار شدن، به نیاز پی بردن، مسئولیت رو شناختن و سهم خود رو در اون مسئولیت یافتن،
و به خدا تکیه کردن و برای پرداخت بدهی به یتیم قدم برداشتن و از خدا توفیق خدمت خواستن در مسیر قانونی که قدم برمی‌داری. این میشه دعا. پس هر وقتی بعد از این میخواید دعا بکنید، دعا بکنید که شکم این بچه سیر بشه. بدانید که خدا اگر میخواست کاری بکند که از دنیای ماورای ماده میامد و یک کاری انجام میداد، دیگه احتیاجی به وجود شما نبود و خدا کاری رو عوض نمیکنه. قوانین خدا ثابته. بنابراین شما اگر میخواید خودتون رو مشمول این قانون بکنید که به یک نفر کمک بکنید، خب برید کمک بکنید. حالا دعا میکنید که الهی منو در این مسیر تنها نگذار. میگویند وقتی که پیامبر قرار شد که از مدینه به مکه مهاجرت کنه یا فرار کنه یا هر کاری بکنه، شروع به حرکت کرد و خب بالاخره یکی از دوستان نزدیکش هم که نام ابوبکر داره او رو همراهی کرد و خود پیغمبر گفته میشه در تاریخ دعا نمیکرده برای خودش، ولی ابوبکر برای اون دعا میکرده. اما دعای ابوبکر اینطور نبودی که تو خانه بنشینه پای ایرکاندیشن بگه خدایا بله محمد رو سالم برسان به مدینه. خودش بلند شده باهاش رفته، تو غارم خوابیده بود، سنگ و کروخ هم زیر پاش رفته بود، ولی دعام کرده. هم دعا کرده هم عمل کرده. خدا رو سر کار نگذاشته که خدا ساختمان ساز باشه. خدا ساختمان ساز نیست. خدا به دعاها گوش میده. شما چی میگید، چی میشنوید؟ بعضی از این دعاها قبول میشه، بعضیش رد میشه. ما در این آیه به این موضوع همطور که عرض کردم برمیخوریم، آیه 38 که در اینجا زکریا از خدا فرزندی میخواد که هدیه کنه به او. هدیه باز در مشابهات قرار داره، یعنی خدا از عالم مجرد یک ظرف، یک بچه، یک چیزی رو بذاره توی یک بشقاب، بیاد بگه آقای زکریا بفرمایید این هدیه کردم به شما. دیگه نه زکریا احتیاج داشت که نزدیک بشه با زنش، نه زنش احتیاج داشت که 9 ماه حامله باشه. همین خدا میگفتن یه بچه از توی خاک میمد بیرون. نمیشه از با دعا قانون رو نمیشه عوض کرد، ولی با دعا میشه قانون رو شناخت. از جهل و نادانی بیرون آمد و مطابق قرار و قانون عمل کرد. و از خدا بچه ای میخواد که طیب باشه، طاهر باشه، چه باشه که اون بچه اون بتونه که خدمتگزار جامعه باشه. در آیه شماره 39 که مطابق فرمان روی صفحه قرار میدید، در این آیه فنادته، پس خدا او رو ندا داد به وسیله الملائکتو، ولی معنی تحت لفظیش اینه که سپس او خوانده شد. قبلا او خدا رو خوانده بود، حالا خدا او رو میخواند الملائکتو، از زبان و از طریق ملائکه فرشتگان، و هو در حالی که او قائمون برقرار کرده قائمون برقرار کرده بود، ایستاده بود و قیام کرده بود، برپا خواسته بود برای انجام یصلی، برای انجام صلات، در المحراب، در محراب، در محل انجام صلات. فرشته در حالی که زکریا مشغول انجام عبادت صلات بوده، ندا میده به او، او را آگاه میکنه، به او بر میخوانه
در حالی که مشغول صلات در محراب بوده که خداوند به تو بشارت می‌دهد. به تولد، به میلاد، به وجود یک یحیی، اسمش هم خدا میگذاره برای اینها، که این یحیی مصدقاً به کلمتن، که تصدیق کننده کلمه، حالا برخواهم خوان، معانی مختلفی داره، یکیش هم معنی فرمان میده، که یحیی رو به تو میده و یحیی کسی خواهد بود که تایید میکنه و تصدیق میکنه و اطاعت میکنه از کلمه الله. و بعد در مشخصات این یحیی میگوید که این یحیی اولا کسی که فنادته، ندا دادند بر او فرشتگان، الملائکتو، و هو در حالی که قائمون، برپا بود، یصلی، در نمازش، در المحراب، در محراب، ان به درستی الله الله یبشرک، به شما بشارت میده، یحیی، به تولد یحیی، مصدقاً، که تصدیق کننده خواهد بود، بکلمت، به کلام، به سخن، به پیام، و در اینجا بکلمت، به دستور خدا، مینا، از الله، مصدقی است به کلمه‌ای که از الله به او میرسه، یعنی فرمان نبوتش رو، و او یعنی یحیی، و سیدا، با افتخار، دارای افتخار و شرافت هست، و سیدا و حصوراً، حصور به معنای حصاردار و به معنای مانع دار یا مانع آفرین میشه، که بازدارنده، خوددار، بهترین شاید معنیش خوددار باشه، خودداری از زنا، خودداری از گناه، خودداری از دزدی، خودداری از همه کارهای بد، حصور بوده. و علاوه بر این و نبیاً، پیام آور هم بوده، مینا، در میان الصالحین، در میان کسانی که فاعل به عمل صالح بودند، یعنی در واقع هم مطیع کلمه بوده، هم مطیع فرمان بوده، و فرزندی هم که خدا به اونها میداده، هم با افتخار بوده و هم خوددار بوده و هم پیام آور بوده و هم صالح بوده. پس فرشتگان او را، یعنی زکریا را، ندا دادند. ریشه مشتق ندا در قرآن دو تا ریشه داره، هر دوش همین معنا رو میدن، مشتقشون یکیست، یکی ندا و یکی ندایا، که یکی واو هست و یکی واو تبدیل به یا میشه. هر دو اینها به معنای اعلام هست، به معنای بازخواندن هست و به معنای بازخواهی هست، حضور خواستن، دعوت کردن، خواندن هر کس برای انجام کاری، ابلاغ کردن، بالا بردن صدا، و همینطور جمع شدن، اجتماع کردن، گرد همایی، آگاه سازی، اینها همه معنی ندا یا ندایه یا ندا و معنی میده، که به این ترتیب او رو آگاه میکنه. نکته ای که در اینجا خیلی باید دقت کرد این است که
زکریا مشغول نماز بوده. نماز رو هم باز در قرآن عبادت نام نمیبره، به نام عبادت نام نمیبره، یا به نام مناجات نام نمیبره. جنبه مناجات هم نماز داره دیگه، تمام تشریفاتی که در نماز انجام میشه مناجاته. یک سری در نماز مناجات وجود داره، یک سری مطالبات وجود داره و یک سری تعهدات وجود داره. زکریا مشغول نماز بوده، نماز توحیدی، حالا به هر سبکی که میخوانده، و در یک مورد با نماز مسلمان های قرآنی ما میبینیم که یکسانه. حالا یکی یکی بقیهش رو هم پیدا میکنه، ولی میبینیم که به اون میگوید که برای ما میگوید که وقتی که این قائم به نماز بود، یعنی قیام کرده به نماز بود، برخواسته، هم خودش به نماز برانگیخته شده بود، هم باعث برانگیخته شدن دیگران برای انجام نماز میشد. و در اینجا قیامت یا برپاخواستن یا قائمیت ریشه فیزیکی قطعا نداره، با وجودی که من ام نشده که کسی بیسته و نماز بخونه. قشنگ هم هست، خیلی قشنگه، یکی از بهترین و زیباترین انواع تشریفات و روش نماز خواندنه که میستن با این صفهای قشنگ به نماز بخونن. در واقع این ایستادن یک اشاره، یک مثالی است به اون ایستادن واقعی. ایستادن واقعی در نماز، ایستادن روح انسان در مقابل نفس انسانه، که نفس انسان بیراه زیاد میره، روح انسان که خدایی باشه جلوی نفس رو میگیره، میگه همونجا بمون. ندا دادن به این معنا نیست که فرشتگان در لباس‌های جسمانی بودند و اندام جسمانی داشتند، منتها حالا پر هم داشتند، که اینها پرواز می‌کردند، می‌آمدند در گوش زکریا یک چیزی می‌گفتند به زبان مرغی یا به زبان خروسی یا به زبان عربی یا به هر زبانی که داشته، و خبر می‌دادند و می‌رفتند. و این خبرها اینه که در واقع فرشتگان، یه فرشته هم نیست، همه اینها میان در حضور حضرت زکریا، و اینا همه جسم داشتن و گوش و چشم و مو و اینها داشتن و کفش و کلاه، و اینها شروع میکنن با زکریا صحبت کردن، بعدم غیب میشن میره. هیچ کس این رو نمیپذیره. همه اونهایی هم که میگن ما پذیرفتیم با عرض معذرت دروغ میگن، هیچ کدامشون قبول ندارن، حق هم دارن که قبول نداشته باشن، به خاطر اینکه از ما از زمان بچگی و جوانی و نوجوانی به ما گفتن ندا یعنی خواندن به صدای بلند، ندا بده یعنی بلند حرف بزن همه بشنون. این فرشته ها اومدن و ندا دادند و یک خبری رو از طرف خدا مخابره کردند با جناب زکریا، در حالی که در نماز سخن گفتن با کسی باطل میکنه نماز رو. نماز زکریا رو باطل کردن که توضیح خواهیم داد. و زکریا در کجا بود؟ در محراب بود. محراب همونطور که در ساعت‌های قبل، جلسه قبل عرض کردم، یعنی محل حرب، محل جنگ، جایی که انسان با نفس خودش شروع به جنگیدن میکنه. و نماز هیچ چیزی نیست، از اول تا آخر فقط محرابه، یعنی پایه های نماز که تعهد میکنید. شما تعهد میکنید میجنگید با نفس خودتون، با نفس سرکش خودتون میجنگید، که میگین تسلیم شو، تابع باش. اتاق فرمان دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، ما باز میگردیم.